به دنبال سفر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران، جمهوری اسلامی ایران وعده داده برای رفع ابهامات باقی مانده درباره فعالیت‌های گذشته هسته‌ای‌اش با آژانس همکاری کند، اما این امر تضمین شده نیست. با این حال، رافائل گروسی که شنبه شب از تهران به وین بازگشت، در گفتگو با خبرنگاران در فرودگاه وین تاکید کرد که ایران باید همکاری کند. ارتباط مستقیم داریم با گیتا آریان از وین مقابل هتل کوبرگ. گیتا، خود شاهد بودی، مدیر کل آژانس 3 ماه تعیین کرده که تا به نتیجه‌ای در این مورد برسن. نظر کلی آقای گروسی رو بدونیم با توجه به اینکه در کنفرانس مطبوعاتی دیشب آقای گروسی شما شرکت داشتید. به طور کل باید بگم آقای گروسی فقط میگه که امیدواره که این مسائل حل بشه و جواب بگیره از ایران. خب همونطور که گفتی، بله، دیشب من در این کنفرانس خبری که بودم از آقای گروسی پرسیدم خب قبلا تفاهم هایی با ایران کرده بودی در مراحل مختلف، اما هیچ وقت ایران اون قولشو عمل به قولش عمل نکرد، چه تضمینی هست که این باره به حرفش عمل بکنه؟ من دارم به وظیفه‌ام عمل می‌کنم، دارم مذاکره می‌کنم، سعی دارم آنچه را که باید روشن شود روشن کنم و به این کار ادامه خواهم داد. اینکه در گذشته موفق بودیم یا نبودیم، واقعیت اینه از جنبه‌هایی موفق بودیم و از جنبه‌هایی هم نه، اما این به معنای آن نیست که باید تلاشمان را متوقف کنیم. خب این جوابی دیپلماتیک بود از طرف مدیر کل آژانس. به هر حال الان تا ایران تا آخر اسفند ماه وقت داره که مدارک لازم و جوابها رو برای آژانس ارسال بکنه. بعد از اون آژانس اونا رو بررسی میکنه و 2 هفته وقت داره که اگر سوالی باز هم داره اونو بفرسته و بعد از اون 1 هفته آقای گروسی میره تهران که باز اگر مسائلی باقی مونده باشه با هم دیگه صحبت بکنن. همطور که گفتی آقای گروسی ژوئیه رو زمانی تعیین کرده به نوعی که بتونه بلکه حل بشه، البته میگه هیچ شاید یه حل نشه، این به این معنا نیست که فراموش میشه، این قضیه ادامه خواهد داشت. اما به هر حال مسئله سر الان دیگه سر 3 سایت اتمیه که قبلا ایران به آژانس اطلاع نداده بود، اونجا فعالیت هایی کرده بود و حالا چرا 3 سایت؟ برای اینکه الان میگه که یکی از این سایت ها رو یه مقدار که راجبش صحبت کردن و تحقیقات کردن، دیدن که در واقع بیش از این نمیتونن جلو برن و دیگه چیزی نیستش که مدرکی سندی وجود نداره که بخوان راجبش صحبت کنن. به هر حال پیام 3 سایت مونده، ایران باید جواب بده که ترقوزآباد یکی از اوناست. حالا چه با در نظر گرفتن پیامدهای حمله روسیه به اوکراین و چه بدون اون، کمک به تثبیت بازار نفت یکی از فواید احیای برجام خواهد بود. در مورد مذاکرات احیای برجام در وین بگو که چه تحول جدیدی رو انتظار می‌ریم؟ خب پیام، همه در انتظار هستن که باز ببین الان 3 نماینده اروپایی خارج از وین هستن، برگشتن به کشوراشون. به طور مثال نماینده بریتانیا امروز توییت کرده بود که از لندن در تماس با افراد اینجا، با آقای مورا، با رامالی نماینده آمریکا و دیگران. و در این بین میخائیل اولیانوف که نماینده روسیه هست هنوز اینجا، دیروز با آقای مورا جلسه داشت و راجع به این صحبت میکرد که ببینن چطور میشه با توجه به تحریم‌های واشنگتن علیه مسکو اون همکاری ها طبق برجام بین روسیه و ایران ادامه داشته باشه، که امروز تونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در مولداوی گفتش که هیچ ارتباطی اون تحریم‌های واشنگتن علیه روسیه به خاطر اوکراین با این مسئله برجام نداره. ممنون از تو همکارم گیتا آریان از وین اتریش.